یکی از درخشانترین چهرهای علمی ما به سفر جاودانگی رفت. اجازه قبل از هر چیز عرض ادب کنم خدمت آقای دکتر علی نیری، آخرین تلاشان هم کردیم بلکه از طریق روش تازه درمان سرطان بتونیم کاری برای مریم میرزاخانی انجام بدیم، ولی متاسفانه مثل این خیلی دیر بود. دکتر نیری عزیزم درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبودی، به بینندگان گرامیتون اجازه بدین که من هم از همین فرصت استفاده کنم و به جامعه جهانی، به مردم ایران و ریاضیدانان، به همسر مریم میرزاخانی و دختر خردسالش، پدر و مادرش و همه این دوستداران و دوستانش تسلیت عرض کنم. خیلی بازتاب داشت در سطح جهان در گذشت مریم میرزاخانی هم میهنانم، چه در خود دانشگاه استنفورد، چه موزی های دانشگاهی در ایالات متحده آمریکا، چه در نشریات و رسانه های بین المللی. چرا آقای، چرا این همه توجه شد به مریم میرزاخانی؟ ببینین آقای میبودی، اول اجازه بدین من یک توضیح بدم از این که خب مریم دستاوردهای بسیار بزرگی در ریاضیات داشت و درست مثل جایزه نوبل که دیگه آخرین میل و آرزوی یک دانشمند هست که بهش دست پیدا بکنه، چون ما در ریاضیات نوبل نداریم، ریاضیدان‌ها تصمیم گرفتن در قرن گذشته که جایزه ای رو برپا کنم به نام جایزه فیلد. این جایزه فیلد از نظر پرستیژ به یک معنا حتی از جایزه نوبل در رشته هایی که بهش داده میشه ارزشمندتر هست. چرا؟ چون شما برای دریافت جایزه فیلد حتما باید سن شما زیر 40 سال باشه، که در واقع دکتر مریم میرزاخانی این جایزه رو در سن 37 سالگی به همراه دو نفر از همکارانش برد. و اینکه این جایزه برعکس جایزه نوبل که هر سال داده میشه، هر 4 سال یک بار داده میشه. بنابراین شما میتونید تصور بکنید که چقدر گرفتن این جایزه مشکله، یا شما هم باید کارهای عمدتون رو زیر 40 سال انجام داده باشین و این جایزه در هر 4 سال یک بار داده میشه. و خب مریم میرزاخانی توانسته بود به این قله رفیع علمی برسه. طبیعتا این از چشم جهان غافل نبود، به خصوص که این جایزه رو تا به حال در عمر 78 سالش هیچ زنی نتونسته بود ببره. و اینکه برای نخستین بار یک زنی به این جایزه نائل شده و اون زن هم از ایران بود، بسیار بسیار حائز اهمیت بود و فکر میکنم به همین دلیل جهان هم واکنشی در خور شأن مریم نشون داد. و البته فکر میکنم اینکه او خیلی زود از میان ما رفت، در او فقط 2 ماه از 40 سالگیش گذشته بود که از میان ما رفت، غم بیشتری رو بر دلهای همگان نشوند. بعضیا فکر میکنم وقتی که میرن جایگزینی براشون پیدا نمیشه و بعضیا رو ما آرزو داریم که زودتر برن و جایگزینی براشون پیدا کنن. واقعیت این است که مریم از اون دست انسانهایی بود که شاید تا صده ها دیگه جایگزینی نشه براش پیدا کرد و این یک فقدان بزرگ برای جامعه بشریه، نه فقط فکر کنید برای مردم ایران، واقعا برای جامعه بشری. و این هدیه‌ای بود به باور من از طرف جامعه ایران به جامعه جهانی. و دیگه مریم متعلق به ایران نبود، متعلق به تمام جهان بشری بود. دکتر نیری، یک بار به من گفتید که ما بعد از ابو علی سینا تا به امروز یک شخصیت علمی در این جایگاه مثل مریم میرزاخانی نداشتیم. دقیقا، ببینید ما الان نزدیک به 1000 ساله که چنین تولید علمی نتونستیم به جامعه جهانی داشته باشیم و این حائز اهمیت بود که ما بعد از ابن سینا و ابو ریحان بیرونی، خیام، در از قرن 4 و 5 ما کسی که بتونه این چنین در سطح جهانی تأثیر گذار باشه نداشتیم. و برای من بسیار دلپذیره که این اتفاق نه توسط یک مرد در جامعه فرهنگ مرد سالار ایرانی، برای یک
بلکه توسط یک زن اتفاق افتاده. به نظر من مریم میرزاخانی صدای خفته تمام زنانی بوده که در تمام قرون گذشته در دنیا و به خصوص تکرار میکنم در باید این رو پذیرو در جامعه علمی یک فرهنگ مردسالارانه وجود داره که متاسفانه هنوز این مردها نشکسته. هنوز رشته های علوم طبیعی و ریاضیات رو بسیارانی متعلق به مردان میدونن و برای همین به باور من مریم میرزاخانی و مریم ها سنت شکنی ها، تابو شکنی ها و ست شکنی های بزرگی رو انجام دادن. از این جهت جایگاه او رو بسیار بسیار فراتر از یک ریاضیدان نابغه متعارفی که در سطح جهان میبینیم میکنه. تشکر میکنم. اجازه که برنامه امروز رو به روان بزرگ این شخصیت علمی اگر اجازه بدید من از شما ضمن این که بدرودی به شما بگویم با یک شعر بسیار کوتاهی از شفیع کدکنی که تقدیم پیشکش مریم و برنامه شما حرفامو تموم کنم. خواهش میکنم بفرم. مرگ او زندگی دوم او بود که گردید آغاز، شیشه ی عطری سربسته افتاد و شکست، همگان بو بردند که چه چیزی را دادند از دست. سپاسگزارم از وقتی که به من تشکر میکنم. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. خب همینم در برنامه امروز آقای دکتر محسن سازگارا با ما هستن و امیدوارم که بتونیم آقای دکتر رفعت رو هم داشته باشیم. دکتر احمد رفعت، دکتر سازگارا درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، خدمت آقای دکتر رفعت عزیز و همه بینندگان گرامی. نمیدونم آقای رفعت رو موفق شدیم بگیریم، داریم تلاش میکنیم. بله آقای دکتر رفعت هم اومدم. دکتر رفعت درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی و معذرت از اینکه خط یک آن افتاد و درود بر آقای دکتر سازگارا، به ویژه درود ویژه‌ای هم برای تمام بینندگان و با یادی از خانم میرزاخانی که در روزهای گذشته فوت کردند و این ضایعه است برای جهان علم و دانش و ریاضیات بدون شک و برای ما به عنوان ایرانیان که یک نابغه رو از دست دادیم در سنی جوانی. جالب. آقای دکتر سازگار، آقای دکتر نیری فیزیکدان بر این باورند که ما از زمان ابو علی سینا تا به امروز شخصیتی در این جایگاه نداشتیم. در جایگاه بله من هم به نوبه خودم واقعا به جامعه علمی ایران و جامعه علمی جهانی و همه ایرانیان تسلیت عرض میکنم. خان میرزاخانی البته به گواهی البته سطح کار ایشون و رشته ایشون دست کم از فهم بنده بیرونه و کارهایی که ایشون کردن به گواهی اساتیدی که ایشون باشون رساله دکتراشو گذرونده و یا سایر ریاضیدانان طراز اول از نبوغ بالایی برخوردار بوده و قدرت ذهنی خانم میرزاخانی در حمله کردن به مسائل پیچیده و مهم ریاضیات و یافتن راه حل های بدیع و بسیار نوآورانه واقعا ایشون رو ظاهرا در بین تمام ریاضیدانان هم ممتاز میکرد. به هر حال کسی که برای اولین بار در تاریخ جایزه فیلدز، مدال فیلدز که به نوبل ریاضیات معروفه، تنها زنی است که این جایزه رو گرفته و همینطور هم سایر جوایز و مدارج علمی و دانشگاهی که خب در معتبرترین دانشگاه‌های دنیا به تدریس مشغول بوده. به هر حال چنین مغزهایی به قول سعدی که از شمار دو چشم یک تن کم، از شمار خرد هزاران بیش، چنین مغزهایی وقتی روی در نقاب خاک میکشن بشریت در واقع متحمل زیان میشه دیگه. صحبت یک کشور و یک ملت و یک گروه نیست و حیف از این نبوغ درخشانی که زود از بین ما رفت. من فقط یک نکته رو عرض کنم.
طنز ماجرا اینجاست که با فوت خانم میرزاخانی، طنز سیاه البته، تمام مقامات جمهوری اسلامی تسلیت گفتن و حتی آقای حداد عادل البته عکسی رو که در دوره دانش آموزی ایشون وقتی قهرمان المپیاد شده بوده با گروهی از دانش آموزان المپیادی، آقای رفسنجانی رئیس جمهور بوده، آقای نجفی و غیره، این عکس خب خیلی این روزا چاپ شد. آقای حداد عادل توی اینستاگرامش برداشته سانسور کرده در واقع آقای هاشمی، آقای نجفی و خیلی دیگر، و خودشو با خانم میرزاخانی و دو سه تا خانم دیگه که نزدیکه ایشون هستن رو گذاشته. ولی طنز بزرگتر این که دختر 6 ساله مریم میرزاخانی آناهیتا نمیتونه تابعیت ایرانی بگیره، برای اینکه قوانین ایران مرد سالاران است و ازدواج با اتباع بیگانه، چون همسر خانم میرزاخانی هم استاد ریاضیات دانشگاه استنفورد، باعث دادن تابعیت به بچه‌ای که به دنیا میاد نمیشه، شبیه قانونی که تو این کشورهای عربی خلیج فارس هم هست. و آقایون تازه یادشون افتاده که این قانون عوض کنن. البته چندی پیش تو کمیسیون مجلس تصویب شده بود، ولی این روزا هول هول نماینده ها دارن امضا جمع میکنن که به دختر خانم میرزاخانی تابعیت ایرانی بدن و بلکه این قانون رو عوض کنن، اگر البته نره و در کانال شورای نگهبان گیر نکنه. ولی جالبه که نابغه چنین بزرگ و افتخار بشریت به دلیل زن بودن در ایران باز هم از یک سری حقوق محروم، از جمله اینکه فرزندش نمیتونه تابعیت ایرانی بگیره. و البته حالا طنزهای دیگه هم داشتیم در این مرگ خانم میرزاخانی. صفحه اول روزنامه های ایران عکسای سانسور با حجاب و نمیدونم خیلی از این چیزا، و حتی بیلبوردهای خیابانی که لابد شما هم دیدید این روزا در شبکه های اجتماعی میگرده و واقعا جای تاسف داره. واقعا آقای میبودی، این کوتاه فکری حاکمین ایران و روحانیت شیعه که از مشروطه تا الان و ما قبل مشروطه تا الان نشون میده هیچی یاد نگرفته، هیچی از این دنیای مدرن درک نکرده، هیچ حتی صورت مسئله هاش عوض نشده، چه برسه به اینکه پاسخش عوض بشه و اون وقت به قدرت و حاکمیت رسیده. واقعا اسباب ناراحتی، تکدر خاطر و آدم دلازرده میشه، به خصوص وقتی عزیزانی مثل خانم میرزاخانی از دست میرن، این داغ تازه تر هم میشه. آقای دکتر رفع، ببینید خانم میرزاخانی، شما کافیه نگاه بندازین به صفحه اول روزنامه های اروپا در روزهای گذشته، هیچ روزنامه ای نیست که خبر فوت ایشون رو در صفحه اولش منتشر نکرده باشه و از ایشون به نوعی تمجید نکرده باشه، ستایش نکرده باشه، در مورد ایشون چیز ننوشته باشه. و متاسفانه این خانوم همونطوری که آقای دکتر سازگار هم اشاره کردن، از برخ حقوق اولیه انسانی، یعنی آدم بچه خودشو بتونه تابعیت خودشو به بچهش منتقل کنه، برخوردار نبود. و به همین خاطرم ایشون، من شنیدم، حالا نمیدونم واقعیت داره، که وصیت کرده بود که چون دخترش نمیتونه بدون ویزا، یعنی مشکل رفتن دخترش به ایران، که در آمریکا خاک بشه، پلوی دخترش باشه، چون دخترش نمیتونه بره پلوی ایشون. خب این مسئله باید ما رو وادار کنه چقدر این سوال پیش بیاره، چقدر کودکان دیگه ایرانی هستند که مادرشون شهرت خانم میرزاخانی رو نداره و در این چنین وضعیتی به سر میبرن. من چندی پیش صحبت میکردم با یکی از روزنامه‌نگاران افغانستانی که ایران بود و صحبت از هزاران بچه پدر افغان و مادر ایرانی میکرد که اینها در ایران زندگی میکنن ولی عملا غیر قانونی هن. یعنی در کشور مادرشون، در آغوش مادرشون اینا غیر قانونی زندگی میکنن، شناسنامه ندارن. خب این وضعیت من فکر میکنم که نمیتونه ادامه پیدا کنه، یعنی باید
یک خوشبینی بود که در کمیسیون به تصویب رسید، ولی مثل بسیاری از قوانین دیگه که تو کمیسیون لایحه تصویب میشه، بعد ماها اگر نه سالها قبل از اینکه در صحن مجلس مطرح بشه اونجا خاک میخوره، گاهی اصلا فراموش میشه، گاهی بازیهای سیاسی در میارن، مثل این لایحه تغییر مجازات اعدام برای کسانی که به جرم مواد مخدر دستگیر میشن که کمیسیون مجلس گذشته تصویب کرد، کمیسیون این مجلس تصویب کرد، تا اومد در صحن مجلس دوباره با هزار دلیل و اشکال پسش فرستادن به کمیسیون. و در این مدتی که اینها این بازی پینگ پونگ رو انجام میدن، صدها نفر تو ایران اعدام شدن به خاطر اینکه این بازی خجالت داور در مجلس انجام میگیره، قوانین بسیار غیر لازم رو بلافاصله تصویب میکنن، قوانینی میتونه که مربوط به جون مردم مملکت میشه، به زندگی مردم مملکت میشه، مثل دادن تابعیت از طریق مادر یا تغییر قانون مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر. اینها این قوانین رو به صحن مجلس در صحن مجلس مطرح نمی کنن، یا بعض مطرح شدن به واسطه پرد می کنن به کمیسیون. من فکر می کنم که واقعا ما این افراد باید پاسخگو باشن در قبال مردمی که رفتن به اینا رأی دادن، چون بالاخره اینا هرچی باشه با رأی مردم انتخاب شدن، حالا هر صافی گذشته باشن، باز هم نشستن خودشون رو در مجلس مدیون اون مردمی هستن که رفتن پای صندوق و اسم اونا رو یک برگه نوشتن. تشکر میکنم. اما بپردازیم به موضوع خیلی مهم و جدی جامعه را. جونم، حالا که بحث به اینجا رسید اجازه هست یک بله بفرم عرض کنم در حوزه مسائل اجتماعی واقعا. بله بفرم. جنایت که در پارس‌آباد استان اردبیل اتفاق افتاد، دختر 7 ساله آتنا اصلانی رو بوده شد و با تجاوز و آزار جنسی و بعد قتل، که خب ایران رو تکان داد این جنایت و حالا همه به تکاپو افتادن و اینها، این موضوع رو دوباره زنده کرد که در این سند یونسکو واقعا با یک آینده نگری، جهان نگری، سند آموزشی که اینطور در ایران قربانی آقای خامنه‌ای و بازی‌های سیاسی شد و اصلا از دستور کار ایران بیرون رفت، در این سند از غذا آموزش جنسی در حد آگاهی‌های اولیه برای کودکان در مدارس مطرح شده، برای اینکه مورد گول خوردن و تجاوز همین جوری‌ها قرار نگیرن. یعنی ببینید، بذارید من یک چیزی رو بگم. چند سال پیش شهرداری تهران یک مرکزی رو دایر کرده بود برای دختر بچه‌هایی که از منزل فرار می‌کنند، از شهرستان‌ها به تهران میان برای گریز و اینها رو جمع شب مثلا توی پارک اینها رو جمع‌آوری کنن، مددکار اجتماعی هم بگذارن، ببینن چرا آخه یک دختری از منزل فرار کرده و به هیولایی مثل تهران پناه آورده، چه چیزی او رو ترسونده و مثلا برگردونم به خانوادش. حالا نمیدونم هنوز شهرداری مرکز رو داره یا نه. جالب بود، اولا بزرگترین یعنی بیشترین فرار به تهران از شهر قم بود، یعنی به آمار اون مرکز نشون میداد. ثانیاً بیشترین دلیلش که یک دختر بچه رو وادار میکنه آغوش خانواده رو رها کنه و به سرنوشت نامعلوم و تاریکی مثل فرار به یک شهر بزرگی مثل تهران بره، تجاوز محارم بود. عرض کردم بزرگترینش هم در شهر قم بود. حالا شما ببینید چرا نباید، اونم آقایون حتی به دینی هم که تبلیغ میکنن به نظر من آقایون دست کم در این دین، این حدیث از پیامبرش نقل هست که در بیان مسائل جنسی خجالتی نیست. یعنی به کوته بینانه به جای اینکه واقعیات اجتماعی رو ریشه یابی کنن، آمار تکان دهنده‌ای که در هر بودی دست می‌ذارین واقعا حاکی از یک آشفتگی بزرگ اجتماعی هستش، به خصوص در حوزه مسائل جنسی و آزار کودکان و
مسائلی که روزانه در کشور ما اتفاق میفته، اون وقت بیخردانه، کوته بینانه، فرض کنید سند یونسکو رو از دایره خارج می‌کنن، موضوعی که همه کشورهای دنیای متمدن دارن دنبال میکنن، در تجربه بشری بهش رسیدن. و اون وقت شما ببینید سر دختر بچه معصومی که ناآگاهی داره، اکثر مواقع هم صدها مورد اتفاق میفته، کودکان، پسر یا دختر، حتی جرأت نمیکنن بیان کنن به بزرگترهاشون، یا تجاوز محارم، یا معلم قرآن آقای چه میدونم خامنه ای و غیره. و این بساط در کشور که ظلم بزرگش به کودکان جامعه میره، کودکانی که آینده سازن، و همه دنیا با جدیت اینو دارم کنم. در این امریکا اگر کسی چنین کاری رو بکنه، پرونده داشته باشه، غیر از دادگاه و زندان و اینها، هر کجای امریکا بره کسی که پرونده آزار جنسی کودکان رو داشته، پلیس موظف اون همسایگان رو مطلع کنه که این آدم که به این محله اومده این سابقه، این چه سابقه رو داره. یا شرایط را نمیدن آقای سازگارا، مثلا یک نفر اگه متهم باشه به آزار جنسی کودکان، دیگه لاس وگاس نمیتونه بره، اصلا ورودش به حتی پاره از مناطق در آمریکا ممنوعه. یعنی کاریش میکنن که ای بسا ناچار بشه از این کشور بره. در کانادا وقتی یک اتفاق افتاد، خبر اول رسانه هاش بود، برای اینکه اینجا دیگه صحبت یک کودک و یک خانواده نیست، حریم اجتماعی که دامن. باید در امان باشه. متاسفانه در ایران به این موضوع اهمیت داده نمیشه. با کوتاه نظری سهل است سودمندانه باید گفت آقایون روحانیون به استناد احکام فقهی عقب افتاده حتی جواز ازدواج با دختران خردسال رو صادر کردن و میکنن. یعنی دختر میگن 9 سالگی چون بالغه، بدون در نظر گرفتن اینکه آقا دنیای قدیم عربستان اون روز کجا، دنیای جدید و امروز کجا، اصلا مسائل بیولوژی که آدم ها هم عوض شده. متاسفانه به هر حال، حالا که بحث اجتماعی بود، من گفتم واقعا این درد رو هم بیان بکنیم که چگونه در واقع کودکان معصوم ایرانی به طرق مختلف، نه فقط آزارهای جنسی، کودکان کار، کودکان خیابانی، و گزارش های تکان دهنده ای که این روزها در ایران گروه های اجتماعی مددکار تهیه میکنن، و اون وقت فعالین حقوق کودک هم میگیرن زندان میکنن امثال سعید شیرزاد، و به جای اینکه رسیدگی بشه و استقبال بشه از نهادهای مدنی که این کارها رو دنبال میکنن. و وقت الهازه به هر حال این قصه سر دراز داره، ولی واقعا یکی از اون دردناکترین اتفاقات است که در کشور ما در جریان. تشکر میکنم. روزی که از کنم امیانانم گزارش اندیشکده رو نگاه کنید، چه در اروپا چه در ایالات متحده آمریکا، نگاه کنید به مجموعه برداشت ها در دستگاه دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا، در رأسش خود آقای تیلرسون، مقامی که در این زمینه تصمیم گیرنده است، اینا خواهان تغییر در ایران هست. حرف های آقای جیمز ماتیس رو هم شنیدیم، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، که معتقد این نظر ما تنها نیست، از تل آویو تا قاهره، از قاهره تا ریاض، دیگه همه به این نتیجه رسیدن که این ایرانه که داره ثبات و امنیت رو در منطقه به هم میزنه. واقعا هم جمهوری اسلامی در خمیر زمینه ها رفوزه، در همه زمینه ها رفوزه شده. نگاه کنید به کارنامش، قلمرویی نیست که اینها در اونجا بتونن ادعای داشته باشن و بگن این کارها رو، این کارهای درست و اصولی رو ما انجام. متاسفانه ایران داره به سمت ریزش فرو میره. من نگرانم از این که یک روزی همین هشداری که سازمان ملل در مورد یمن داد، اعلام انقراض کرد، گفت این سرزمین در حال فروپاشی است. وقتی 300 هزار نفر در این مملکتی دچار وبا میشن، روزی 7000 نفر داره با تعداد وبایان هر روز اضافه میشه، الان هم در روز باز گذشته، خب من نگرانم یه روز درباره ایران هم سازمان ملل چنین نظری بده، چون ما در همه باطلاق ها حضور داریم. باطلاقی نیست در منطقه خاورمیانه باشه پای ما توش نباشه، یا ما تا جلو در این باطلاق فرو نرفته باشیم، از یمن گرفته، عراق گرفته، لبنان گرفته، سوریه گرفته، امروز هم آقای نتانیاهو مخالفت کرده و آتش بس، میگه آتش بس به معنای حضور
جمهوری اسلامی است. یعنی حتی با آتش بس در سوریه مخالفت میشه، چون بر این باورن که از آتش بس داره سوء استفاده میشه به قصد تحکیم مواضع. میخوام از دوستان عزیز و ارجمندم بپرسم، از آقای دکتر سازگارا به عنوان تحلیلگر صاحب نظر، آقای دکتر احمد رفعت یک روزنامه‌نگار قدیمی و با تجربه، ما در شرایط از ما ایرانی ها بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم چیه؟ همه ما میدونیم که مقصود دستگاه سیاست گذاری در آمریکا چیه، به ویژه نگاهش نسبت به ایران. میدونیم دستگاه قانون گذاری راجع به ایران چی فکر میکنه. نشستن دوباره ایران رو، تحریم ایران رو تایید 98-2 98 سناتور، البته به شکلی هم تحریم ایران با تحریم سوریه به هم آمیخته شد. بریم سراغ آقای دکتر رفعت. آقای رفعت، بهترین کاری که ما در خارج میتونیم انجام بدیم چیه؟ ببینید، من مدت هاست که مطرح میکنم که به عنوان مثال ما در رابطه با دخالت های ایران در کشورهای منطقه کمکاری کردیم. ببینید، آنچه در سوریه اتفاق میفته کوچکتر، چون ولی همان چیزی است که به نوعی در ویتنام اتفاق افتاد. یعنی یک ارتش خارجی، یک نیروی نظامی خارجی به یک کشور دیگری رفت و بین اونجا، بین دو دستگی که اونجا ایجاد شده بود، به طرف از یک طرف حمایت کرد. خب اونجا ویتنام شمالی و جنوبی بود و آمریکا وارد این جنگ شد. ولی در آمریکا جنبشی علیه حضور ویتنام اتفاق افتاد، در فرانسه علیه حضورش در الجزایر، جنگ در الجزایر. منتها ما در ایران متاسفانه نه در خارج از کشور و نه در داخل از کشور شاهد هیچ گونه حرکت منسجمی در مخالفت نیستیم، بلکه برعکس ما دیدیم چه در داخل و چه خود در خارج بسیاری حضور نظامی ایران تو سوریه رو توجیه میکنند با اون کار تبلیغاتی که، یعنی در نام تبلیغات نظام افتادن. وقتی در خارج از کشور هم، وقتی اشاره به آقای قاسم سلیمانی میشه، است به عنوان سردار عارف یا ستارخان زمانه استفاده میشه. اینا اصطلاحاتی نیست که از داخل کشور میاد، اینا در خارج از کشور مطرح شده، یعنی تحت فشار داخل کشور نبوده. یا اینکه تکرار میکنن بدون که اندکی بیاندیشن که اگر ما در سوریه نباشیم، در عراق نباشیم، داعش در تهرانه. خب در سوریه و عراق هستیم، داعش به تهران هم اومد، مثلا حالا نشون داد داعش به تهران هم اومد. و اینکه اگر داعش به تهران میاد، اتفاقات به این خاطره که ما در سوریه و عراق هستیم، یعنی واکنش به این مسئله است. خب وقتی همچین حرکتی انجام نگرفت، به نظر من الان هم دیر نشده. الان خوشبختانه چند نفری در ایران این مسئله رو بیان کردند که آقا مشکلاتی که ما در منطقه داریم بخشش به خاطر این لشکرکشی ها به کشورهای دیگر است و باید اینها رو ول کنیم. از سفرای سابق جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه تا افرادی مثل آقای خزعلی که انگشت اتهام رو به سمت آقای قاسم سلیمانی هدف گرفتن. بنابراین من فکر میکنم که یکی از کارهایی که میشه کرد برای آغاز یک روندی که جلوی صدمات بیشتر بگیریم، چون صدماتی که تاکنون وارد شده رو به این آسونی نمیشه ترمیمش کرد، ولی جلوی صدمات بیشتری بگیریم، اینه که یک صدا داخل و خارج از کشور ایران به مسئله حضور نظامی ایران تو کشورهای مختلف منطقه یا حمایت از جنگ هایی که در منطقه در جریان از یک طرف این جنگ ها خودداری بشه و ما حداقل با اون طرفی که، ببینید دوستان سوری بارها و بارها حتی با درست کردن یک سایت به زبان فارسی مخالفان رژیم اسد و نه مخالفان اسلامی افراطیش، بلکه مخالفان اون مخالفانی که یک سال و نیم در سوریه قبل از اینکه جنگ آغاز بشه تظاهرات کردند علیه نظام رژیم بشار اسد و خواهان تغییراتی شدند
نه بر کنار ایشون، تغییرات در داخل نظام. و پاسخی که داده شد تکتیراندازهای ایرانی و مسئولانی فشار اینترنتی و کنترل اینترنتی بود که از تهران به دمشق اون زمان فرستادن، یا حلب یا چند شهر دیگه، بعد منتهی به جنگ شد. اون سوریه آزاد که اسلامی افراطی هم نیست، اونها حتی یک سایت فارسی درست کردن که بلکه بخشی از ایرانی‌ها رو بتونن جلب بکنن در همبستگی با اونها علیه فجایعی که سربازانی که یا ایرانی هستن یا با حمایت ایران میرن اونجا، افغان‌ها، پاکستانی‌ها، شیعیان هندی، حزب الله لبنان، شیعیان عراقی، جلوی اونا بگیرن. و این اتفاق نیفتاد و بنابراین به نوعی ما در منطقه فقط، نه فقط به نظام، به کل ایران نگاه کنید با نگاه بدی نگاه میکنند. شما نگاه کنید کشور همسایه ما افغانستان، تو سال گذشته حداقل من نگاه میکردم 6 تظاهرات علیه ایران برگزار شده و اونها فقط به نظام جمهوری اسلامی مخاطب قرار نمیدن، برای اینکه مردم این تفکیک ها رو انجام نمیدن تو تظاهرات، به همه ایرانی ها فحش میدن و مسئول برخیز. ما این بی‌توجهی های ما باعث شده که نظام جمهوری اسلامی ایران خیلی صدماتی رو که به کشور وارد میکنه، به بدن کشور، بیشتر کرده باشه، به خاطر اینکه هیچ گونه صدی در مقابل خودش در بین ایرانی ها پیدا نکرد. زمان این رسیده، من فکر میکنم که با توجه به اینکه به نوعی افکار بین المللی هم این آمادگی رو خیلی بیشتر نسبت به گذشته داره که ایرانی ها صدای خودشون رو به گوش مردم منطقه، همسایگان ما در منطقه و مردم در جهان برسونن و از این سکوتی که لاک پشتوار درش خودشون رو پنهان کردند بیرون بیاد. تشکر میکنه. به نظر من امیران عزیزم، جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به خود تشیع جفا کرده، بیش از هر چیز خود تشیع این وسط خسارت و زیان دیده. نگاه کنید به گزارش هایی که از ایران میرسه یا مجموعه تجزیه و تحلیل هایی که توی هفته های اخیر ما اونها رو شنودیم، اینکه دیگه کسی علاقه نداره طلبه بشه، در حالی که در اوائل انقلاب موجی از جوان های عدید آمد که علاقمند بودن برن در حوزه های علمیه درس بخونن، روحانی بشن. اینکه خانواده ها دیگه دخترانشون رو به طلبه ها یا به روحانیون نمیدن، به خانواده های مذهبی حتی نمیدن، نگرانن، بیمناکن. اوضاع اقتصادی رو همه ما داریم میبینیم، فساد رو هم داریم میبینیم. امیدوارم شخصیت های دلسوز در سپاه، در بسیج، در دستگاه های دولتی، نهادهای حکومتی، وزارت اطلاعات، دستگاه های امنیتی وجود داشته باشن که تمام این ریخت و اندام ویران و نیمه ویران میهن و مملکت ما رو ببینن و فساد کلان و گسترده رو، کلان و گسترده و پهناور رو فکر بکنن. یعنی اینو هم صدایی پدید بیاد. بالاخره تمام شخصیت های دلسوز که در خارج نیستن، در خود حکومت هم الان عناصری هستن که متوجه شدن به اوضاع داره در چه مسیری پیش میره. تا لحظات دیگر نظر دکتر سازگارا رو خواهیم شنود. هم یعنانم شما میتونید در این بحث ها شرکت، یعنی وظیفه هر ایرانی است، مخصوصا در این مراحل حساس از تاریخ که ایران روی ریسمان قرار گرفته، روی ریسمان داره راه میره، که بنشینه درباره سرنوشت میهنش فکر بکنه. این شق زدن، خاک برداری در خاورمیانه داره ادامه پیدا میکنه. اگر نگاه های جی بیست متوجه آفریقاست برای اینکه برن کار سازندگی بکنن، متاسفانه در خاورمیانه روند تخریب ادامه پیدا کرده و قرار ادامه پیدا بکنه. ما هنوز به مرحله سازندگی نرسیم. امیدوارم که این ایرانی ها باشن که برای نخستین بار خشت سازندگی در خاورمیانه رو بگذارن و یک مدنیت تازه رو بنا کنن. استعدادش رو هم دارن. در تکمیل سخن و پیام آقای دکتر سازگارا، الان آقای امیر سلیمانی گزارش دادن از ایران. در کرج دختر 7 ساله‌ای که 70 بار به وسیله پدر خواندش مورد تجاوز قرار گرفته، الان در بیمارستان
چهرهشو پوشوندن، خوب کاری هم کردن، عکسشو ندادن. شبها پدر مادر رو با قرص خواب میخوابونده و میرفته به سراغ این طفل معصوم و بیدفاع. چه کردی؟ چه بلایی بر سر اون مملکت بردید شما؟ آقای دکتر سازگارای عزیز، ببینیم دکتر سازگارا نظرش چیه، چه باید بکنیم هم میانانم ما در بیرون از ایران. سراپا گوشیم. ابتدا عرض کنم، ببینید به نظرم اول همه باید از این دوگانه سازی هایی که متاسفانه بعضی ها میکنن اجتناب کنیم. دوگانه داخل کشور، خارج کشور، درون حکومت، بیرون حکومت، چپ، راست، سلطنت، جمهوری و از این قبیل دوگانه سازی ها که خط فقط میکشه و تیکه تیکه میکنه، انواعش متاسفانه هستش. باید واقعا مذهبی، سکولار، غیره، هر کس که دلی در گروه سربلندی ایران و ایرانی داره، هر کس که مخالف جنگ و خشونت ورزی است، هر کس که خواهان آزادی و حقوق بشر هست، باید همه صرف نظر از سایر گرایش‌ها با این یک اصل کلی که اختلافات اتفاقا در دموکراسی ها به رسمیت شناخته میشه و از طریق صندوق رأی و حاکمیت صندوق رأی حل میشه، زمینه فراهم بشه که همه بتونن با هم دیگه همکاری کنن. نترسنم از اینکه گرایشات مختلف هستن، قرارم نیست همه یک جور فکر کنن، یک جور حرف بزنن. چند هدف بزرگ و اصلی از قبیل این چیزهایی که بنده عرض کردم کافی است برای اینکه یک ملتی در مسیری حرکت کنه و دست به دست بده. هیچ کجای دنیا هم جنبش های آزادی خواهانه بدون بخش هایی که در خارج از اون کشور بودن به پیروزی نرسیدن. چرا؟ برای اینکه کسانی که در خارج از دیکتاتوری و استبداد زندگی می کنند امکاناتی دارند و مسئولیت هایی به گردن دارن که خیلی خوب میتونن به مدد جنبش دموکراسی خواهی بر بیان. در درجه اول در واقع آگاهی رسانیه. همین کاری که آقای میبودی شما دارید میکنید، دوستان روزنامه نگار میکنن، آقای دکتر رفعت میکنن و الان با بودن اینترنت روزانه شاید هزاران نفر این کار رو میکنن و آگاهی میرسونند به مردم این که ممکن است زیر فضای استبدادی و سانسور پاره حقایق به گوششون نرسه. تحلیل میکنن، توضیح میدن، توجیه میکنن، نشون میدن که چی داره میزه. چون یکی از بزرگترین دشمنان استبداد از آگاهی مردمه که دائما هم سعی میکنه مردم رو بسته نگه داره. نکته دومی که در خارج میشه کرد پشتیبانی های علمی، فنی، تکنولوژیکی است که فعالین در خارج کشور از پشتیبانی های اینترنتی، آموزشی، مبارزات مدنی غیره و غیره می توانند به داخل کشوری ها منتقل کنند. نکته سومی که در خارج می شود کرد به راه انداختن کمپین هایی است که دنیا رو متوجه بکنه، از قبیل کمپین بسیار مهمی که آقای دکتر رفعت مطرح کردن، کمپین مخالفت با جنگ، کمپین مخالفت با دخالت سپاه در منطقه که ایرانو برده در آستانه جنگ. همین امروز رئیس ستاد ارتش نیروهای مسلح ایران آقای باقری برای امریکا خط و نشون کشیده که اگر سپاه رو در ردیف سازمانهای تروریستی قرار بدن، تحریمی که در کنگره امریکا مطرحه، مراکز و پایگاه های امریکا خلاصه در خطره و تهدید به زدن کرده. یا تنشی که با کویت همین امروز الان 14 تا ظاهرن محکوم دادگاه دیوان عالی کویت فرار کردن رفتن ایران، با امارات، با کشورهای خلیج فارس، به خصوص با عربستان بر سر یمن و سایر زمینه ها تا این حد بالا گرفته، هر لحظه ممکنه که با یک اتفاق ساده جنگ بین الملل اول رو گوشلی که یک گلوله و یک ترور شروع کرد، یک اتفاق ساده میتونه آتیش جنگ بپا کنه. و جنگی که با ناتوانی ما در حریم هوایی کشور ظرف یک هفته همین عربستان که برسه به امریکا یا اسرائیل میتونن
تمام زیرساختای ما رو نابود کنن، مثل نیروگاهامون، پالایشگاهامون که اگه پول نقدم داشته باشیم 10 سال 15 سال طول میشه بسازیمش. و دخالت‌های کمپین‌های دیگری به هر حال سپاه از منطقه برگرده بره ایران، کمپین‌های دیگری مثل تغییر قانون اساسی، کمپین ضد فساد و گرفتن پولی که نصفی از تولید ناخالص داخلی کشور در دست نهادهایی است که یا متعلق به رهبری ان یا سپاه و امثال هم، به هر حال کمپین هایی که در خارج با فراغ بالی که هست بهتر میشه. و نکته آخری، ارتباط با جوامعی که ایرانی ها نزدیک به 4-4.5 میلیون ایرانی در سطح دنیا هستند، بسته به مقدوراتشون هر کس که در خارج میتواند با روزنامه نگاران بین المللی، با سیاستمداران، با نهادهای غیر دولتی و مدنی، با محافل دانشگاهی اگر دانشجوست، حتی با شهروندان عادی از طریق گفتگو یا برقراری دمانستریشن و تظاهرات و غیره آگاهی رسانی کرد که دنیا بفهمد در ایران چه میگذره و چگونه یک ملتی 37-8 سال داره یک مقاومت جانانه مدنی در ابعاد مختلف میکنه در مقابل یک حکومت استبداد دینی که به شدت هم تمامیتگرا و توتالیتره. در واقع من به نظرم ابعاد دیگه ای رو هم میشه شمرد، ولی از نظر من این چهار محور روی بستری که همه بپذیرند حاکمیت صندوق رأی داور نهایی خواهد بود، بنابراین هیچ دلیلی نداره وارد اختلافات مسلکی و عقیدتی و غیره بشن و می توانند دوش به دوش برای آزادی و حقوق بشر در ایران و برای ایرانیان فعالیت کنند، می شود در این بسترهای مختلف که عرض کردم هر ایرانی به سهم خودش بسته به مقدوراتش کمک بکنه و پاره از اونها واقعا آقای میبودی به عنوان یک مسئولیت ملی به دوش ما هست که در جای امن و امان و دور از سرکوب و پلیس و زندان در خارج از ایران هستیم. دفاع از حقوق ایرانی ها، آگاه کردن دنیا به فجایعی که در زندان ها اتفاق میفته و و و و مسائل دیگری که به نظرم میشود انجام داد. البته این رو هم عرض کنم انصافا، گفت ای بیمه جمله بگفتی هنرش نیز بگو، در پاره موارد مثلا مثل جنبش سبز واقعا دیده شد که ایرانیان خارج از کشور چگونه دست در دست کاری کردن که من دست کم در کارنامه مبارزین کشورهای دیگه مثلا کودتای سرهنگا در یونان که خیلی هم خارج کشورش رو خوب کار کردن، یا شب روی شیلی وقتی پینوشه کودتا کرد، یا موارد دیگه کمتر دیده بودم. یعنی واقعا من در این امریکا بچه هایی رو دیدم آقای میبودی که اینجا به دنیا اومده و بزرگ شده بودن، فارسی رو حتی گاهی سخت حرف میزدن، ولی شما باور کنید سه شب نمیخوابیدن در جریان جنبش سبز و همدلانه دست در دست همه کار میکردن و آدم واقعا اشکش جاری میشد از این مقدار میهن پرستی و میهن دوستی ایرانیان که هستن. این رو هم باید در تحسین ایرانیان در خارج از کشور گفت. بنابراین من فکر میکنم نه اینکه کاری نکردیم ما ایرانی ها در خارج به سهم خودمون، ولی جا داره خیلی بیشتر همه دست به دست کار کنن، به خصوص در زمینه کمپین های مثل مطلبی که آقای دکتر رفعت گفتن که به نظر من این روزها خطر جنگ رو داره بالا سر کشور ما، ابلیس جنگ رو داره به حرکت در میاره. تشکر میکنم همیارانم. اون چی که من استنباط میکنم اینه که دوره تعطیلی به سر آمده، همه دیگه متفق قولن دیگه از این لحظه به بعد مردم ایران باید در صحنه باشن، حی حاضر و هوشمندانه این جریان تصمیم گیری های بین المللی در مورد ایران رو هم نظاره کنن، هم سعی کنن درش دخالت بکنن. قرار نیست که ما دستا رو به علامت تسلیم بالا ببریم، بگذاریم دیگران سرگذشت ما رو بنویسن. یه دوره‌ای بود که عصر برآمدن استبدادها بود، نگاه کنید در ونزوئلا قیام مردم و نیروهای مخالف و نسل جوان الان هفته هاست توی خیابونا هستن، دارن مادورو رو از پا در میارن.
یا در ترکیه، این قیام اخیر در ترکیه که اصلا حیرت انگیز بود، این راه پیمایی 450 کیلومتری و اجتماع 2 میلیون نفر در استانبول، اول میگفتن 1 میلیون، بعد معلوم شد تعداد اینها 2 میلیون بوده و دستگاه های خبررسانی آقای اردوغان سعی کردن که سانسور بکنن و واقعا هم حک کردن. در روزهای نخست سعی کردن که مجموعه گزارش ها و فیلم ها رو روی اینترنت حک بکنن، ولی بعدا دیگه آشکار شد که خیر، 2 میلیون نفر مردم به تنهایی در استانبول توی خیابون ها بودن. پس ما وارد یه دوره دیگری شدیم، دوره تعطیلات سر آمد، دوره تعطیلات، چون همه ما ناامید شد و میدونید که در این قدرت های غربی هم که نمیخوان نظام سرکوب کرده در ایران تغییری بکنه یا حتی اصلاح بشه. نگاه بکنید دولت آقای اوباما در تمام این 8 سال چه کرد، دست کم در مورد ایرانی ها و در مورد کشورهای عرب و آزادی خواهان کشورهای عرب. خب ببینیم که آقای دکتر رفعت در این زمینه، دکتر رفعت من سرابا گوشی. بله، شما اشاره کردید به ونزوئلا. ببینید در ونزوئلا مردم بر با وجود تیراندازی ونزوئلا، اگر اخبار رو دنبال کنین، من به خاطر رابطه آشنایی با زبان اسپانیایی و رابطه که با کشورهای اسپانیایی زبان دارم، به خاطر سالها کار با مطبوعات اونها دنبال میکنم، در ونزوئلا یه روز در میون یه نفر دو نفر کشته میشن در درگیری ها با پیش از ماها پیش به این ور. ولی با این وجود با خریدن هر گونه مخاطراتی مردم یک رفراندوم که از سوی دولت نیست، از سوی اپوزیسیون خواهانون شده بود، یک رفراندوم برگزار کردن تو کشورشون. 7 میلیون نفر رفتن تو این رفراندوم شرکت کردن. از نظر قانونی رفراندوم هیچ گونه وجهی نداره، ولی این به کسانی که در قدرت هستن، آقای مادورو و هوادارانش، نشون میده که 7 میلیون نفر حداقل ایستادن در حال مبارزه و حاضر به خانه نشینی و برگشتن به خانه نیستن. 7 میلیون نفر به این رژیم نگفتن با خریدن، پرداختن هزینه های و خریدن خطراتی. بنابراین من فکر میکنم که جامعه ما هم باید از این چیزی که شما گفتین تعطیلات به پایان رسیده، این زنگ تفریح تمام شده و باید پا میدون بذاره اگر میخواد سرنوشت خودشو به دست بگیره و دیگران سرنوشتشو رقم نزنن. امروز گروه کوچکی، یک اقلیتی سرنوشت مردم، یک اقلیت داخلی سرنوشت مردم رو رقم میزنه، برای اونا تصمیم میگیره، به جای اونها تصمیم میگیره. اگر ما مخالف این هستیم که یک اقلیت، یک نیروی خارجی بیاد واسه ما تصمیم بگیره، خودمون باید بیایم تو میدون. نیروی خارجی تنها میتونه از ما حمایت بکنه و اینطور هم باشه، یعنی باید به عنوان حامی، چیزی که در زمان آقای اوباما شما اشاره کردید اتفاق نیفتاد در زمان جنبش صف. ما احتیاج به حمایت بین المللی داریم، نه اینکه بین نیروهای کشور خارجی نیروی جانشین بشن و به جای ما تصمیم بگیرن. و برای اینکه این چنین اتفاقی نیفته، تنها راه موجود اینه که بر پایه اصولی که آقای دکتر سازگارا اشاره کردن، یک نوع همگرایی در عمل بین نیروهای مختلف داخل و خارج. منم مخالف تقسیم بندی هستم، کی کجاست، این بر مرز و اون بر مرز، این بر آب و اون بر آب، که خیلی هم اخیراً دوباره مد شده استفاده میکنن. نه، همه با هم با داشتن عقاید خودمون، منتها این عقاید رو باید اینم گفت که این عقاید رو ما وقتی میتونیم آزادانه بیان کنیم و به مساف سیاسی یکدیگر بریم که یک شرایط حداقل دموکراسی تو کشور وجود داشته باشه. تا اون زمانی که نباشه، هیچ کدوم از ما نمیتونه، یک، چقدر این عقایدش در بین مردم طرفدار داره، چون فقط صندوق رأیه که میتونه این واقعیت رو بگیره، و اینه هر کدوم از ما میتونیم بگیم تمام ملت طرفدار منن، ولی خب هیچ گونه ضابطه و دلیل نداره. باید برای به وجود آوردن اون شرایطی که بعداً میتونه مساف سیاسی، نیروهای سیاسی میتونن به مساف یکدیگر برن، نشون بدن چند مرده حلاجن و آیا مردم اونها رو برای اداره کشور میخوان یا نه، قبلش باید شرایطی وجود باشه. برای به وجود اومدن این شرایط، من فکر میکنم باید داخل و خارج همصدا، هر کی وظیفه خودش با امکاناتی که داره. آقای سازگارا اشاره دقیقی کردن
به امکاناتی که در خارج وجود داره و وظایفی که ما در خارج میتونیم انجام بدیم. خب مردم در داخل هم میتونن وظایفی دارن و امکاناتی میتونن برای خودشون به وجود بیارن. ایشون اشاره کردن به درستی زمان جنبش سبز. من پسران فارسی هم بلد نیستم به جز چند کلمه، ولی زمان جنبش سبز جز به فعالین در ایتالیا بودن در راه این جنبش. و حتی قبل از اون موقعی که 18 تیر اتفاق افتاد، پسر من که دانشگاه بود داد در تمام سازمان‌های جوانان تمام احزاب ایتالیا از چپ تا راست کمیته همبستگی 18 تیر رو به وجود آوردن، در حدی که تو ایتالیا یه خیابون هست، تنها کشور دنیاست که یه خیابون هست در حمایت اینا. بعضی از رهبران دانشجو موقعی که خارج شده بودن به ایتالیا اومدن با شهردارا صحبت کردن، مثل آقای علی افشاری و غیره، از طریق همین کمیته که تمام نیروهای سیاسی ایتالیا رو در بر می‌گرفت. ولی خب سخنگوش و مبتکرش یکی از فرزندان من بود که اون زمان دانشگاه بود. این امکانات هست، میشه به وجود آورد در خارج از کشور و در داخل از کشور هم باید حرکتی به وجود بیاد که بشه افکار عمومی و افکار عمومی بین المللی گفت ببینید در داخل ایران حرکتی در جریانه که احتیاج به حمایت شما داره. تا زمانی که اون حرکت در داخل نباشه بسیار مشکله که بشه حمایت براش جلب کرد. تشکر. حمایت باید برای چیز جلب کرد که وجود داره. بنابراین خارج و داخل بدون تمایز، هر کی با در نظر گرفتن شرایط امکاناتی که داره باید با هم حرکت کنن و به قول شما این زنگ تفریح دیگه کافیه. تشکر می‌کنم. سر کلاس مبارزه. تشکر. دو دقیقه وقت داری. می‌خوام یک پرسش به آقای سازگارا در میان در این دو دقیقه. آقای سازگارا، این امکان وجود داره که ایرانیان خارج از کشور یک رفراندوم برگزار بکنن؟ حالا که این امکان رو دارن، دست کم خود ما بدونیم که در خارج چه می‌گذره و ایرانی‌ها چی اندیشه و چی فکر می‌کنن. شاید بتونه یک کار نمادین باشه. کردن قبلا هم کوشش هایی شده. بله به لحاظ فنی این امکان هست. شاید بهترینش هم این باشه که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به رفراندوم بگذاره، آدم مردم در خارج دست کم بتونن آزادانه به اون آری یا نه بگن. البته خب باید برای حفظ به اصطلاح جلوگیری از تقلب و اعتبار داشتنش یه سری تمهیدات فنی اندیشیده بشه روی اینترنت، ولی امروزه به خصوص با اینترنت این امکان وجود داره. وجود داره. حتی شاید بشه ایرانی های داخل هم در اون مشارکت کنن، برای اینکه جامعه ای که از اینترنت استفاده میکنه نزدیک به 50 میلیون نفر در ایران، بنابراین با تقریب خیلی خوبی اگر از روی اینترنت یک رأی گیری، مثلا رفراندوم روی قانون اساسی یا رفراندوم روی خروج سپاه از منطقه یا رفراندوم روی پس دادن اموالی که از مردم دزدیده شده توسط نهادهایی مثل رهبری یا سپاه به مردم، از این قبیل اگر گذاشته بشه با یک پاسخ آری یا نه، موافق و مخالف، من فکر میکنم میتونه عملی باشه. میشه سازماندهیش هم کرد، با نظارت سازمانهای بین المللی و بیطرف هم برگزار کرد و به مثابه یک سند به دنیا هم نشون داد. بله امکانش به لحاظ فنی دست کم تا اونجا که من میدونم هست. اتفاقا آقای میبودی پیشنهاد خوبی است که شما مطرح کردید. فکر میکنم شاید بد نباشه دوستانی که امکاناتی دارن و فعالین سیاسی و مدنی، شاید یک گروهی کمیته‌ای درست بشه و بشه این کار رو کرد. به هر حال فکر میکنم عملی است و میشه. آقای دکتر رفعت 30 ثانیه وقت داریم، شما میشه این کارو کرد به نظر شما؟ به نظر من امکانات تکنیکی و فنیش که وجود داره، برای اینکه خیلی از کشورها رأی‌گیری از طریق اینترنت رو راه اندازی کردن و انجام میگه و میشه دید که کسی که رأی میده چی هست و اینها. من فکر میکنم پیشنهاد خوبی است. باید نیروهای سیاسی ایرانی رو متقاعد کرد که روی این مسئله با هم گفتگو کنن. میتونه این گفتگو یا همکاری که صحبتش میکردیم قبلا بر سر مسائلی همچون همین رفراندوم آغاز بشه و به نظر من اگر به سرانجام برسه میتونه بسیار نتیجه بسیار مثبتی داشته باشه در به وجود آوردن روحیه همکاری بین مردم داخل و خارج و نیروهای سیاسی داخل و خارج از ایران.
ببینید چقدر روحیه میگیرن مردم اگر نیروهایی در سپاه، در بسیج، در دستگاه اطلاعاتی، در دستگاه امنیتی از مردم و خاص مردم پشتیبانی کنن، نگاه بکنن ببینن که این میراث، میراث شوم باقی مانده از این حکومت این 40 سال چی بود. واقعا اسفباره، واقعا اسفباره. آرزو میکنیم که ایران در تاریخ ماندگار بشه، یعنی باید بمونه، ایران باید در تاریخ ماندگار بشه. امیدوارم چالش بعدی ما تلاش برای نگاه داشته ایران در تاریخ نباشه، ما بتونیم مسیر رو به طور طبیعی طی بکنیم، دوباره برگردیم به شرایطی که ایران با عنوان کشور آبرومند، یک جامعه قابل احترام در جهان ارزندام بکنه. سپاسگزار از دو شخصیت صاحب نظری که با ما بودن، بسیار استفاده کردیم. آجاش سازگارا تشکر میکنم، این گفتگو رو با دکتر سازگارا و آقای دکتر رفعت و شما ادامه میدیم. از این لحظه به بعد هم برنامه در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید، نظرتون رو خواهش میکنم، هر چی هست دیگران چی گفتن مهم نیست، مهم اینه که شما چی میگید در این زمینه. برمی‌گردم از این لحظه برنامه در اختیار شماست. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر ادای مقصود بفهمید. اون چیزی که مسلمه اینی که همگرانم ما وارد یه دور دیگری شدیم از تاریخ، یه دور تازه. ببینیم نظر دوستان ما چیست. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید قربان. بله قربان، با حضرت عالی. بفرمایید بفرمایید. خواهش میکنم، من قبلا هم دارم تماس گرفتم و عقیده ما ابراز کردم که الان خاورمیانه سه قوه اون تو هستن، یکی اسرائیل، یکی شیعه، یکی سنی. ولی خدمت هم چیز دیگه که میخوام خدمت کنم، جلوی علم رو نمیشه گرفت. الان موقعیتیست که دین باید اصلاح بشه. نظر من دین یعنی قانون. قانون رو نمیشه از بین برد، قانون رو میشه اصلاح کرد. شما خیلی راجع به این صحبت کردید ولی هیچ وقت راجع به قانون صحبت نکردید. بعد از اون هم چیزی بگیریم خواستم خدمت عرض کردم، بایستی این دین هایی که اینطوری هست اصلاح بشه از بین بره. بعد از جنگ بین المللی اول انگلستان و فرانسه سعی کردن تمام دنیا رو گلوبال کنن، همه از نظر دین پاک کنن، یک کار کنن که قانون همه جا فرما بشه. بعد در ایران رضا شاه رو گذاشتن، در ترکیه هم که کمال اتاتورک. این دین ها خواهم از دین خواهم و هر چیز زودتر اصلاح خواهم شد. من به شما قول میدم که بعد از چند ماه دیگه اصلا دین مهمی در خاورمیانه دیگه مطرح نباشه. این عقیده بنده است و امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. تشکر میکنم. والا نگاه کنید به تجربه 1400 ساله، نمیدونم از کجا این فرضیه آمده، ولی برای نظر شماست. تشکر، نظرتون با ما در میان گذاشتید. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید، میرم رو خط دیگری. یا کوچکی رو برای قربان بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. سلام آقای میبودی. سلام عزیز. تکه کوچکی رو در رسای خانم میرزاخانی نوشتم، اگر اجازه بدید بخونم. بفهمی خواهش میکنم. خوشه غم توی دلم زده جوونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با این غم، آی نازنین مریم. غم سنگینی بر دلم نشسته، فکر میکنم کاش میشد بعضی انسانها هرگز نمیمردند، نوابقی که کاروان سالاران قافله علمند، آنهایی که بار تمدن بشری بر شانه هایشان استوار است. فکرش را بکنید، اگر به جای 40 سال 80 سال عمر میکرد، با فکر پر تکاپویی که داشت به چه دستاوردهای علمی بزرگتری میرسید. خالصانه آرزو می کنم کاش می شد جای من را عوض کنیم و او به جای من زنده بود. چیزی نمی توانم بگویم جز دل نمی دونه چه کنه با این غم، آی نازنین مریم. متشکرم. خیلی صمیمانه. درود بر شما. بفرمایید. درود بر شما جناب آقای میبودی. بفرمایید.
در خدمت شما. بودی من برام یک معما پیش اومده، می‌خواستم با شما در میون بذارم. بفرمایید. امیدوارم شما برش پاسخ بدید. می‌خواستم بدونم خانم مثل خانم مریم میرزاخانی که فوتشون برای جامعه جهانی یک مصیبته و چرا دست به 40 سالگی باید فوت کنن، ولی کسانی که کسی که کوچکترین آزاری برای هیچ انسانی دیگه نداشت، برعکس مفید بود برای تمام جامعه جهانی، ولی برعکس کسایی که مثل ریگ آدم میکشن 90 سال 100 سال زندگی میکنن، این برای من یه معما شده. در چیز در حال امیدوارم که برای پدر مادر ایشون و بازماندگانشون بردباری بزرگی آرزو میکنم و از این جریان خیلی 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 مثل بقیه هموطنان غمگین شدم. متشکرم. ممنونم ازتون. درود بر شما. بفرمایید. سلام. خسته نباشید. سلام قربان شما. بفرمایید. موافقم برای رفراندوم که گفتید، نظر خیلی خوبیه. رفراندوم بعدش، الان ما در موقعیت خیلی خطرناکی قرار داریم. من چند روز پیش در تلویزیون دیدگاه دیدم که نقشه تجزیه ایران هم کشیدن به 5 تیکه میشه. این کار هر چیز رو در اگر انجام بشه برای ما ایرانی ها بهتره. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. ممنونم. حضرت که از کنم همینان ارجمندم، هر وقت که بشریت به لبه پرتگاه رسید، نگاه کنید به سرنوشت اروپا در دوره قرون وسطا، خب ناامیدی پدید آمده بود که دیگه اروپا نمیتونه از جا بلند شه. اینقدر فساد و تباهی و خرافه اروپا رو فرا گرفت. اما در همین دوره ناگهان رنسانس پدید میاد، انقلاب صنعتی پدید میاد، همه چیز عوض میشه. اروپا راه سلامت و شفای خودش رو پیدا میکنه و میشه اروپای امروز. اروپایی که دارید مشاهده میکنید که محصول بسیاری از کشورهای جهانه، با اینکه از 28 کشور تشکیل شده که چند کشورش میشه گفت نقش رهبری دارن، بقیه دنیا باید خیلی بدوه تا به پای اروپا برسه. همون اروپایی که به نظر میرسید پا به آستانه جهنم گذاشته و دیگه خروجش از جهنم ممکن نیست، میسر نیست. فساد و تباهی مذهبی اروپا رو گرفته. نگاه کنید به سرنوشت غیر مسیحیان یا حتی برخی پاره از فرقه های مسیحی در اسپانیا، در انگلیس، در فرانسه، در خود در آلمان، در کشورهای دیگه، همه کشورهای اروپایی. یعنی این جنجال رو بعد هم که به خود آمریکا کشید و تعقیب و پیگیری بسیاری از فرقه های مسیحی که از چنگ کلیسا در اروپا گریخته بود. در همون زمان این میل پدید آمد، یعنی در واقع این مجموعه داستانهایی که مبتنی بود بر آرزوی انسان برای ساخت آرمان شهر از دوره افلاطون بوده تا به همین روزگار ما. نگاه بکنید به همین چارلی چاپلین، عصر جدید، آلکس هاکسلی، یا مزرعه حیوانات مال جورج اورول. اینا همه در واقع تصاویری بود که از یک ندانمشار عرضه میشد، نه از یک آرمان شهر، از یک ندانمشهر. امروز نمونهش داریم در ایران میبینیم دیگه. ایران نمونه یک ندانمشهره، یه مدینه جاهله به معنای واقعی. یعنی وقت خبری میرسه که بچه 7 ساله برسیلی، یک مردی که به هر حال اعتقادات مذهبی هم داشته، 70 بار مورد تجاوز قرار گرفته، شبها مادرش رو به قرص خواب میخوابونده، میرفته به سراغ این دختر بی پناه خردسالی که نحیفی که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، و حالا جنازهش رو ازشان بردن به بیمارستان. یعنی تن لحیدش رو، تن لحیدش رو، از این چی باقی بود؟ اینا نتیجه چیه؟ نتیجه استقرار خراسان و فرهنگ نوکیسگی است. فرهنگ نوکیسگی است که دمار از روزگار ساندر میاره. انسان رو تنوع طلب هم میکنه.
در همه رشته‌ها، در همه زمین. من امیدوارم که ما ایرانی‌ها برسیم به این مرحله که وقت ایجاد یه آرمان شهره. وقتی میگم آرمان شهر، نه اینکه بریم دنبال یک دنیای تخیلی، نه اینکه بریم دنبال یک جهان رؤیا، یک مدینه رؤیایی، بریم دنبال یک مدینه‌ای که در این زندگی بکنیم در نهایت آسایش، آرامش و رفاه، چون مملکت ثروتمندی هستیم. همین که دنیا از این پس خودش رو ملزم بدونه که به ما حرمت، برای ما حرمت قائل بشه، برای ما، برای منافع ما، برای سنت‌های ما، برای فرهنگ ما. ما الان در هر زمینه‌ای شما فکر بکنی، در قلمرو ترور که ما رو پدرخوانده ترور می‌شناسن، میگن ایران پدرخوانده ترور. هیچ دولتی در جهان نیست که به طور رسمی و علنی از تروریسم حمایت بکنه جز ایران. فقط ایرانه که رسما از ترور حمایت میکنه. ما متهم شدیم که برهم زننده آرامش ملت‌های دیگری، ملت‌هایی که داشتن زندگی خودشون میکردن، بالاخره عراقی بوده، سوریه‌ای بوده، این سوریه آقای بشار اسد بوده، کشور سکولار بوده، مردمش به نسبت وضعیت خوبی داشتن در قیاس با بقیه مردم خاوری و کشورهای عرب. این یمن هم داشت زندگیشو میکرد. همینان متاسفانه وقت ما تمام شده، بحث رو دنبال میکنیم. شما میتونید در نظر فکر کنید که بشه یک همه پرسیه یا یک رفراندوم نمادینه برگزار کرد؟ اگر میشه من در خدمتتونم.